سر خط خبرها. ناچیز شمردن درگیری مرزبانان ایرانی و طالبان از سوی نماینده تهران، کشته شدن دو سرباز ایرانی و یک طالب درگیری روز گذشته، پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، سلام و درود. امروز دوشنبه 29 می 2023 میلادی مصادف است به 8 جوزای سال 1402 هجری شمسی. با من رازی اختری به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. یک روز پس از درگیری مرزی نیروهای جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان، اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی تنش میان آنان را خیلی معمولی جلوه داد. او گفت از این اتفاقات برای بچه هایی که در یک خانه با هم هستند می افتند. اختلافاتی به وجود می آید و دعوای می شود. بحث نظامی مطرح نیست. آقای کوثری می گوید این تنش ها باید از طریق گفتگو حل شود. درگیری بین گروه طالبان و نیروهای سرحدی ایران در ولسوالی سرحدی کنگ ولایت نیمروز تا ناوقت دیروز ادامه داشت و هر دو طرف از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده کردند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان جنگ روز گذشته را تایید کرده و از تلفات دو طرفه خبر داده است. رسانه های ایران نیز از پایان این درگیری خبر داده اند و مقامات سرحدی دو کشور در مورد این رویداد تحقیقات را آغاز کرده اند. منابع محلی در اندراب ولایت بغلان مدعی اند که اعضای گروه طالبان یک غیر نظامی را در ولسوالی پل احصار در ابتدا بازداشت و سپس کشته اند. با گفته منابع طالبان روز گذشته به خاطر بازرسی 3 خانه در منطقه نوبهار پل اسحار آمده بودند، اما پس از آن که چیز از تفتیش به دست نیاوردند، سید محمد اندرابی یکی از باشندگان محل را بازداشت کرده اند. با ادعای منابع گروه طالبان صبح روز گذشته جسد این مرد را فرستاده اند. گذرگاه مرزی پل ابریشم بین ایران و افغانستان که روز گذشته پس از درگیری مسلحانه مرزبانان ایران با نیروهای طالبان مسدود شده بود، امروز بازگشایی شد. ایوب کرد، مدیر عمومی رهداری و حمل و نقل سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری تسنیم گفته که مبادلات اقتصادی در منطقه شهرستان هیرمند موسوم به پل ابریشم با افغانستان پس از یک روز تعطیلی اثر گرفته شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آزمون رقابتی بورسه های ماستری و دکترای کشور قزاقستان را بدون حضور زنان و دختران برگزار کرده است. این وزارت به روز گذشته به نشر اعلامیه گفته است که این آزمون با حضور مقامات این وزارت و نماینده وزارت تحصیلات عالی قزاقستان برگزار شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که در این آزمون 20 داوطلب برای مقطع ماستری و 9 تن دیگر در مقطع دکترا امتحان دادند. در ادامه نشر گزارش اخیر، سازمان عفو بین المللی و کمیسیون بین المللی حقوق دانان کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی، تشخیص و تعیین روش‌های جدی فشار از سوی جامعه جهانی و نهادهای معتبر بین المللی بر گروه طالبان شده است. این کمیسیون ناوقت روز گذشته با نشر اعلامیه از پیشنهاد عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان در مورد ایجاد یک میکانیزم جهانی برای پا
پاسخگویی به تخلفات گروه طالبان علیه زنان نیز حمایت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز 28 می اعلام کرد که توافق نهایی دو حزبی برای افزایش سقف قرضه آمریکا به کنگرس ارسال می شود و از اعضای سنا و مجلس نمایندگان کشورش خواست تا این توافق را تصویب کنند. این توافق پس از چندین ماه بنبست میان رئیس جمهور بایدن و مک مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده نهایی شد. مک مکارتی نیز روز یکشنبه از اعضای کنگرس ایالات متحده خواست تا سقف قرضه آمریکا را تصویب کند. شورای عالی انتخابات ترکیه با انتشار نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. این شورا گفت که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور رجب طیب اردوغان 52.14% آرا و کمال قلیچدار اوغلو 47.86% آرا را کسب کرده اند. با این ترتیب تفاوت آرای این دو به 2,153,473 رای می رسد. اولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر روز یکشنبه طرحی را برای تحریم 50 ساله ایران به پارلمان این کشور ارائه کرد. آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز گذشته با اعلام این خبر گفت این تحریم به دلیل تأمین پهپادهای روسیه از سوی ایران در جنگ این کشور علیه اوکراین است. اوکراین میگوید حمله شبانه یکشنبه علیه کیف بزرگترین حمله پهپادی شبانه روسیه در این کشور بوده است. با نشر این خبر و پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من رازی اختری به اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.